عرض سلام دارم خدمت همه بچه های گل. سال نو رو بهتون تبریک میگم. من علی شعبانپور هستم، مدرس زبان انگلیسی آموزشگاه بعثت. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید، بهترین اتفاقات برای خودتون، خانواده گلتون بیفته، خیر و برکت و روزی بباره براتون از آسمون. امیدوارم که بهترین اتفاقات و لحظات براتون رقم بخوره امسال و شما هم برای ما همین دعاها رو بکنید. ممنون میشم ازتون، در خدمتتون هستم امروز. امیدوارم که حالتون اوکی باشه، عالی باشید. بچه ها من میخوام درباره بحث ریدینگ صحبت بکنم امروز. خب میدونید که دوران جمع‌بندی نوروز میتونه شدیداً مهم باشه براتون و در واقع همونطوری که شما میدونید فرصتی هست برای سبقت گرفتن. این تایم طبق تجربه‌ای که ما داریم معمولاً رتبه‌های برتر کنکور خب از این دوره خیلی استفاده میکنن، خودشونو میندازن جلو، جمع‌بندی خیلی خوبی خواهند داشت که بعد از این ایام که بقیه یه ذره عقب‌تر مونده بودن بتونن حالا بیشتر خودشونو بکشن بالا و به درصد بهتر، تراز بهتر و در واقع انشالله دانشگاه خیلی بهتر برسید. بچه ها چرا بحث ریدینگ رو انتخاب کردم؟ خب ببینید، شما گرامر رو احتمالاً شاید خیلی زیاد شنیده باشید یا خونده باشید، حالا از طریق درسنامه های مختلف. وکب ها رو معمولاً شما اگر بتونید در قالب کالوکیشن های مناسب حفظ بکنید، خب مطمئناً به درصد خیلی زیادی از وکب ها میتونید توی کنکور جواب بدید. ولی خب یه بخشی که من حس کردم معمولاً بچه‌ها بیشتر میترسن ازش و الان بهترین تایم هست که ما بخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم، بخش ریدینگ هست توی کنکور سراسری. میدونید که دو تا متن دارید، هر متن 4 تا سوال داره و من حالا طبق تایمی که الان داریم تقریباً توی این جزوه سه مدل سوال رو میخوام برای شما توضیح بدم که این سه مدل سوال هم پرتکرار هستن توی کنکور، یعنی تقریبا سوالاتی هستن که میشه دوباره تکرار بشن توی کنکور 1401، هم این که دید شما رو نسبت به ریدینگ عوض میکنن. یعنی شما متوجه میشید که آقا من مثلا ریدینگ رو فکر میکردم که باید بخونم ترجمه بکنم، به این سوالش چطوری جواب بدم، وقت ندارم، تایم ندارم، الان این قضیه بهتر برامون اتفاق میفته. بریم درباره ریدینگ صحبت بکنیم، ببینیم که ریدینگ چه اجزایی داره و من چطوری باید باهاش رفتار بکنم. بچه توی بخش ریدینگ کامپریهنشن ما چتمون باز هست دیگه. آره اون بچه هایی که هستن من اینجا میتونم چتاتونم ببینم و حالا اگر سوالی، نکته یا مشکلی بود به شما جواب میدم. چتمون بازه؟ خیلی خوب، بله، به سوالاتون جواب میدیم. مرسی، امیدوارم حال شما هم خیلی خوب باشه. سلام به روی ماه همتون، انشالله بهترین اتفاقات بچه ها براتون بیفته. طبق درسی که ما داریم میدیم اگر سوالی مطرح شد اینجا بپرسید، من رفته رفته اوکی بهتون جواب میدم. بچه ها reading comprehension یعنی درک مطلب. یه متن به شما میدن، 4 تا سوال زیرش می نویسن. شما دو تا متن دارید، هر متنتون 4 تا سوال داره که جمعا میشه 8 تا سوال. اما بحثی که ما میخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم اینه که آقا اصلا متن ها چه استایلی دارن، از چه مشخصاتی در واقع شکل گرفته میشن و من سوالات ریدینگ رو چطوری باید به اجزای متن ربط بدم. امروز میخوایم اینو با هم دیگه یاد بگیریم. دوستان اینجا نوشتیم یک متن از بچه‌ها، از چی؟ از پاراگراف هایی تشکیل می شود که هر پاراگراف اجزای مشخصی دارد. ببینید بچه ها، من چیزی که میخوام به شما یاد بدم اینه که آقا این متن چند تا پاراگراف داره، بعد هر پاراگراف یک جزء مشخصی داره برای خودش. خب منظور چی آقا؟ منظورم اینه که از پاراگراف هایی خب میتونه مثلا یک تا پنج یا 6 تا پاراگراف باشه. خب هر متن میتونه 1 تا 5 تا 6 تا پاراگراف داشته باشه. بعد هر پاراگراف اجزای مشخصی دارد. بچه ها هر پاراگراف 3 جزء دارد. چند تا جزء داره هر پاراگراف؟ 3 تا جزء داره. این برای چی برای ما مهمه؟ وقتی که میریم سراغ سوالات ریدینگ شما تازه متوجه میشید که مثلا من با این دید باید به ریدینگ نگاه میکردم.
دقت بکنید بچه‌ها. اینجا الان من یه پاراگراف رو برای شما شکلش رو مشخص کردم. همونطوری که دارید میبینید ما بیایید در نظر بگیریم مثلا یه متن داریم که این متن ما 5 پاراگرافیه. اوکی، هر کدوم از این پاراگراف ها 3 تا جز باید داشته باشن دیگه، طبق رایتینگ انگلیسی که شما هم خوندید مطمئنن. بعد 3 تا رو الان من اینجا براتون مشخص کردم: تاپیک سنتنس، سپورتینگ ها و جمله آخر که بهش میگن کنکلودینگ سنتنس. بچه‌ها منظور من از 3 جزء پاراگراف این اجزا هستند. کیا؟ جزء اول تاپیک سنتنس، اجزای بعدی همونطوری که دارید میبینید ببینید جملات سپورتینگ هستند، و جزء آخر پاراگراف رو بهش میگن کنکلودینگ. اینجا اس خورده، اینم باید دی باشه. کنکلودینگ سنتنس یعنی چی؟ ببینید، به جمله اول هر پاراگراف فچا میگن تاپیک سنتنس. به جمله اول هر پاراگراف چی میگن؟ میگن تاپیک سنتنس. توی تاپیک سنتنس نویسنده چی نوشته؟ بچه ها توی تاپیک سنتنس نویسنده میاد درباره تاپیک صحبت میکنه و همینطور از تاپیک نظر خودش رو میگه، که نظرش رو معمولا مین آیدیا یا کنترولینگ آیدیا میگن. چی میگن به نظر نویسنده؟ مین آیدیا یا کنترولینگ آیدیا. پس هر جا از این به بعد مین آیدیا یا کنترولینگ آیدیا دیدی، منظور نظر نویسنده است. پس جزء اول پاراگراف میشه همون جمله اول هر پاراگراف که توی این جمله نویسنده درباره تاپیک و نظر خودش صحبت کرده. یعنی اینطوری بگم، از تاپیک نظر خودش رو گفته، درباره تاپیک گفته من همچین نظری دارم. خب میشه این قضیه. وقتی که نظر خودش رو مطرح میکنه، میاد توی جمله های بعدی، یعنی جمله های بعد از تاپیک سنتنس، شروع میکنه به سپورت کردن حرف خودش، شروع میکنه به سپورت کردن نظر خودش. به عنوان مثال، یه نویسنده توی جمله اول میاد اینطوری میگه، میگه که ورزش برای سلامتی مفید است. یه مثال خیلی معروفی که من همیشه میگمش در مورد تاپیک سنتنس ها. الان بچه ها تاپیک ما میشه ورزش و مین آیدیا یا نظر من نویسنده اینه که مفید بودن برای سلامتی. یا مثلا میاد اینطوری مطرح میکنه تاپیک رو: Smoking is a bad habit. آره، سیگار کشیدن یک عادت بد هست. الان تاپیک شما چیه؟ سیگار کشیدن. نظر چیه دربارش؟ که یک عادت بد هست. پس تاپیک یعنی یک کلمه یا در واقع یک موضوع کوچیک که درباره اون تاپیک نویسنده داره نظر خودش رو میگه. کجا؟ توی جمله اول هر پاراگراف. بعد توی جمله های بعدی بچه شروع میکنه سپورت کردن. سپورت کردن یعنی در واقع پشتیبانی کردن، یعنی حمایت کردن. حمایت کردن از چی؟ حمایت کردن از نظر نویسنده، که نظر نویسنده میشه مین آیدیا یا کنترولینگ آیدیا. و جمله آخر پاراگراف که این جمله هست، بچه ها بهش میگن جمله نتیجه گیری. درسته؟ به این میگن جمله نتیجه گیری. بعد جمله نتیجه گیری بچه ها توی یه سری از پاراگراف ها ممکنه نباشه، پس حواستون باشه. خیلی همیشه دنباله کنکلودینگ نگردید، چون ممکنه جمله نتیجه گیری توی پاراگراف ها نوشته نشده باشه. پس آقا دوتا جزء اصلی هر پاراگراف من حواسم باشه از این به بعد، که میشه خود تاپیک سنتنس و سپورتینگ ها. آفرین، دوتا بخش و جزء اصلی هر پاراگراف که باید وجود داشته باشن که بشه اسم اون تیکه متن و پاراگراف گذاشت، جمله تاپیک سنتنس و جمله های بعدیش که میشن سپورتینگ سنتنسز. یعنی اولا میتونم اینطوری بگم هر پاراگراف باید یک جمله تاپیک سنتنس حتما داشته باشه و حداقل یک جمله سپورتینگ داشته باشه، که جمله های سپورتینگ معمولا 2 تا 3 تا و 4 تا میشن توی حالا متنای کنکور سراسری. فعلا اینو داشته باشید، برمیگردیم دوباره اینجا. الان بچه ها این متن ریاضی 98 من چرا نوشتمش؟ هیچ سوالی هم زیرش نیست ها، یعنی اصلا کار به سوالش ندارم، من فقط میخوام متن رو بشناسم. چیزی که الان دربارش صحبت کردیم، این متن الان چند تا پاراگراف داره بچه ها؟ خب ببینید 3 تا پاراگراف. آقا چرا 3 تا؟ از کجا فهمیدی؟ ببینید دوستان، وقتی که پاراگراف اول متن رو مینویسن، پاراگراف های بعدی متن، یعنی از پاراگراف دوم به بعد، معمولا خط اولشون از یه ذره جلوتر که به اصطلاح تو انگلیسی میگن ایندنت میشه، نوشته میشه. پس شناخت پاراگراف ها خیلی راحت هست. پس بر این اساس من میگم که من 3 تا پاراگراف دارم: پاراگراف اول، پاراگراف دوم و پاراگراف سوم.
بچه چی یاد گرفتیم الان؟ هر پاراگراف سه تا جز داره که جز آخرش یعنی اول کنکلودینگ خیلی هم مهم نبود، یعنی میتونست نباشه توی متن ها. پس میتونم اینطوری بگم که الان بر اساس چیزی که من یاد گرفتم جمله اول این پاراگراف، یعنی مثلا تا اینجا میشه جمله تاپیک سنتنسش، توی پاراگراف دوم جمله اولش یعنی تا اینجا میشه تاپیک سنتنسش، و توی پاراگراف سوم دوباره جمله اولش یعنی تا اینجا میشه تاپیک سنتنس این پاراگراف. چیزی که الان یاد گرفتیم دیگه، میگیم جملات اول پاراگراف ها میشن تاپیک سنتنس اینها. الان متن من سه تا پاراگراف داره، پس من سه تا تاپیک سنتنس دارم براش. بعد بچه ها تاپیک سنتنس ها هر کدومشون یه آیدیای خاص برای خودشون دارن. خیلی مهمه این قضیه ای که دارم میگم، میرسیم بهش حالا. ببین این آیدیای خودشو داره، این آیدیای خودشو داره، این آیدیای خودشو داره. آقا یعنی ما الان توی هر پاراگراف، اگر متنمون مثلا 5 تا پاراگراف داره، یعنی منم 5 تا آیدیا دارم دیگه. آفرین. یعنی اگر متن من الان 3 تا پاراگراف داره، منم 3 تا آیدیا دارم. دم شما گرم. آقا اگر متنم یه دونه پاراگراف باشه، یعنی فقط یه دونه آیدیا داریم. آفرین. یعنی شما فقط یه دونه آیدیا داری. بچه ها اصلا پاراگراف یعنی آیدیا. پاراگراف یعنی چی؟ یعنی آیدیا. یعنی نویسنده در هر پاراگراف یک آیدیای متمایز مطرح میکنه در راستای تاپیک متن. یه بار دیگه جمله رو میگم. نویسنده در هر پاراگراف آیدیایی مطرح میکنه در راستای تاپیک متن. بیا اینجا ببین، الان سه تا آیدیا داری دیگه. این یه آیدیا، آیدیا پاراگراف دوم، آیدیا پاراگراف سوم. چرا سه تا آیدیا داری؟ چون سه تا پاراگراف داری. همین الان گفتم اصلا آیدیا یعنی پاراگراف. بچه سه تا آیدیا در راستای کی هن الان؟ در راستای تاپیکی هستند که این بالا میتونست وجود داشته باشه، که شما الان اگر بری چک بکنی ببین اینجا داره میگه کالچورال کانتکست، اینجا دوباره داره میگه another factor influence the lives of women، زندگی های خانم ها رو میتونه تحت تاثیر قرار بده. اینجا میگه life expectancy رو برای مردها و زنها میتونه تحت تاثیر قرار بده. اینجا دوباره داره میگه cultural factors. آها، پس احتمالاً بحث فاکتورهای فرهنگی در مورد زندگی ها این میشه تابعی. که البته ما توی ریاضی 98 سوال موضوع متن نداشتیم، من متن رو همینطوری رندوم برداشتم اینجا گذاشتم که فقط بررسیش بکنیم. اصلا مهمم نیست که چه متنی باشه یا واسه کدوم کنکور باشه. اوکی؟ پس ببینید آیدیا یعنی این بچه ها. سه تا آیدیا برای هر پاراگراف که همش در راستای تاپیک متن. بعد بچه ها الان جمله های بعدی هر پاراگراف میشن جمله های سپورتینگش. یعنی منظورم اینه که توی پاراگراف اول الان جمله بعدش که مثلا اینجا داره شروع میشه، این جملهش، این دوتا جمله الان میشن جمله های سپورتینگ پاراگراف اول. این جمله هایی که بعد از تاپیک سنتنس پاراگراف اول هستن میشن جمله های سپورتینگ مثلا پاراگراف دوم. میبینی؟ و الاخر. و این جمله ها مثلا که توی پاراگراف سوم هستن میشن جمله های سپورتینگ پاراگراف سوم. یعنی هر پاراگراف برای خودش آیدیا و متعاقباً اون جمله های سپورتینگ آیدیای خود اون پاراگراف رو داره. حله؟ این تا اینجا. الان پس اجزای متن رو در این حد من متوجه شدم. تاپیک سنتنس دارم، سپورتینگ ها رو دارم و کنکلودینگ گفتیم میتونه باشه میتونه نباشه که فعلا برای اون مهم نیست، به موقعش الان دربارش صحبت میکنم. بچه توی صفحه بعدیتون اینجا نوشتم مدل های سوالات ریدینگ یعنی چی؟ یعنی طراح کنکور سراسری بعد از اینکه متن خاصی و حالا از یه سری کتاب های در واقع مشخص مطرح کرد، خودش فهمی داره 4 تا سوال زیرش می نویسه. آقا یعنی اینطوریه که متن رو خود طراح نمی نویسه؟ نه، متن رو آماده از یه جایی برمی داره، از یه کتاب، از یه روزنامه، از یه مجله، از حتی ممکنه یه سری کتاب های آموزشی آیلتس و تافل برمی داره اینا رو و خودش 4 تا سوال زیرش می نویسه. بعد سوالاتی که طراح کنکور سراسری زیر متن داره مینویسه بچه‌ها همون سوالاتی هست که بر اساس متن‌های تافل مطرح میشن و متن‌های تافل بر چه اساسی مطرح میشن؟ بر اساس همین استایلی که من الان به شما گفتم. یعنی تو باید بشناسی که اول متن رو بهش میگن تاپیک سنتنس، وسط‌های متن رو بهش میگن سپورتینگ و آخر هر پاراگراف رو در واقع بهش میگن کنکلودینگ.
و خود متن هم میتونه از اجزایی مثل introduction یعنی مقدمه، body و conclusion که اینو خیلیاتون میدونید مطرح شده باشه. ولی من اومدم بچه ها حرفای جدیدتر امروز بزنم براتون. به همین دلیل میگم سوالات رو شما مدلی مطرح بکنید. یعنی من اولین سوالی که میخوام یاد بگیرم و درباش صحبت بکنم، ما امروز احتمالاً وقت میکنیم که سه مدل سوال رو بررسی بکنیم که این سه مدل سوال دید شما رو عوض میکنه نسبت به سوالات ریدینگ و تازه متوجه میشید که آها ریدینگ من اگر چارچوب بدونم، استایل بشناسم، اگه بدونم که ذهن و فکر طراح کنکور چیه، خیلی بهتر و راحت‌تر میتونم بهش جواب بدم. پس میام اینجا میگم اولین مدل سوالی که میخوام یاد بگیرم یافتن عنوان متن است. بچه‌ها عنوان یعنی تاپیک. عنوان یعنی چی؟ یعنی تاپیک. خب بعد میام چک میکنم، میگم خب الان دوستان اگر منم هیچی نگم، شما خودتون الان ذهنتون رفت کجا؟ او پس این مربوط میشه به همون تاپیک سنتنسه و جوابش قطعا باید توی جمله های تاپیک سنتنس باشه دیگه برای متن. آفرین، جواب همونه اصلا. ببین وقتی میگه یافتن عنوان متن، میگه تاپیک میشه همون تاپیک سنتنس، میشه این ایده، میشه کنترلینگ ایده، میشه ایده، میشه نظر نویسنده. پس منظورمون از عنوان متن همون تاپیک یا نظر نویسنده است که میدونید منظورم از نظر نویسنده همون مین ایده یا کنترلینگ ایده است. پس برای یافتن عنوان متن باید چیکار بکنم؟ باید جمله های تاپیک سنتنس در پاراگراف های متن را بخوانیم و گزینه یک همه آنها را، یعنی همه پاراگراف ها را بچه ها پوشش میدهد، یعنی کاور میکنه، انتخاب کن. جالب، یعنی جمله آها اگر یه جایی شنیدی مثلا معلمت داره میگه یا جایی دیگه شنیدید میگن اگه موضوع متن میخوایی بزنی برو خطای اول بخون. نه، خط نیست، جمله است. جمله های اول پاراگراف ها رو بخون، اون بیسش اینجاست. چون استایل رایتینگ انگلیسی یعنی نظر نویسنده و تاپیک و مین ایده توی تاپیک سنتنس، یعنی همون جمله های اول هر پاراگراف هست. به همین دلیل شما شاید شنیده باشید که میگن آقا بیا برو جمله های اول پاراگراف ها رو بخون. و اما سوالات موضوع متن به شکل زیر مطرح میشود. چطوری؟ اینطوری. بچه‌ها این سوالات رو نمیخواد حفظ بکنید، یعنی الان یکی دو بارم که تو روخونی بکنی و توی متن‌های درک مطلب این سوالو ببینی متوجه میشی که آقا این موضوع متن رو میخواد. چرا؟ چون خیلی تابلوان. چی دارن؟ ببین همشون مینلی دارن. The passage mainly about جای خالی. مینلی بچه‌ها یعنی عمدتاً. متن عمدتاً. بس مینلی یعنی چی؟ یعنی عمدتاً. عمدتاً درباره فلان. یا این که شما تایتل، تاپیک یا سابجکت میبینید. موضوع واسه متنتون. مینلی میبینید، مینلی میبینید، مینلی میبینید، مینلی میبینید. پرایمریلی یعنی همون مینلی دوباره. مین ایدیا میبینید یعنی نظر نویسنده. یا آثرز پرپس یعنی، یه اینم یه آپوستروف میخواست اینجا، هدف نویسنده. پرپس یعنی هدف. بچه بعد کار نداشته باشید. حالا فعلاشون ممکنه چی باشه؟ deals with ممکنه باشه، concern with ممکنه باشه، mainly about ممکنه باشه، discuss ممکنه باشه، written to یعنی نوشته می شود عمدتاً که چیو نشون بده ممکنه باشه، یا هدف نویسنده. این سوالات میشن سوالات تاپیک یا نظر نویسنده یا هدف نویسنده که برای پاسخ دادن به این مدل سوالات شما الان میدونید دیگه طبق چهارچوبی که من از متن میدونم و میشناسم باید برم سراغ جمله های اول. بچه ها بریم الان رفته رفته این کار رو توی متن های کنکور با هم دیگه انجام بدیم. متن هایی که اینجا گذاشتم از کنکور های 98 99 و 400 انتخاب شده، یعنی هر چی سوال مطرح شده بوده درباره موضوع متن رو اینجا برات الان نوشتم که با هم دیگه بررسی بکنیم و این استایل پاسخ دادن به این مدل سوالات بشینه تو بدنت. بدونی از این به بعد که حتی تو کنکور 1401 هم شما یه همچین سوالی خواهی داشت. با چه دیدی باید بهش نگاه بکنی؟ به چیا باید بیشتر دقت بکنی؟ خب که متوجه بشی که آها من هر چی دیدم همون رو انتخاب میکنم. ببین هر چی توی تاپیک دیدی نویسنده نوشته همون میشه جواب. بعد خیلی‌ها میرن تفسیر میکنن.
یعنی چی آقا تفسیر میکنن؟ یعنی میره میخونه بعد میگه اوه الان طراح کنکور چه سوال وحشتناکی و رفته برای من نوشته، من چطوری میتونم جواب بدم؟ اصلا اینطوری نیست عزیز من. اصلا فکر نکن که سوال درک مطلب، چون بچه ها اصلا نمیتونه همچین سوالی وجود داشته باشه درباره متنها. یه نکته ای که من میخوام بگم به شما و خیالتو راحت کنم اینه که ببین، سوال مخصوصا سوال درک مطلب، سوال درک مطلب کنکور سراسری باید سوال استانداردی باشه. خب بعد این سوال استاندارد و مخصوصا درباره مثلا متنها، تاپیک متن، هیچ وقت در راه کنکور بچه ها نمیتونه گزینه ای بنویسه که واقعا مثلا به متن، دوتا گزینه بنویسه که هر دوتاش به متن بخوره. نمیشه اصلا. و تنها راهش چیه؟ تنها راهش اینه که شما، من حالا به اصطلاح میگم overthinking نکنی، یعنی نخوای تفسیر بکنی آقا بله حالا که رفته اینطوری نوشته و درباره نمیدونم مثلا حالا انرژی داره صحبت میکنه، پس میخواد روش های دستیابی به انرژی رو. بچه ها اون گزینه هایی که خیلی کلی هستن، اون گزینه هایی که شما تفسیر باید بکنی که تا بهش برسی، اونها هیچ وقت جواب درک مطلب نمیتونه باشه. درک مطلب یه تست خیلی راحت و معمولیه که شما اگر سخت نگیری همیشه اوکی میشه. بریم بر طبق این دیدی که بهتون گفتم بررسی بکنیم متن انسانی 98 سوال چی بوده؟ What is the subject of the passage؟ یعنی موضوع این متن چی هست؟ برم چک بکنم ببینم چند تا پاراگراف دارم. خب همونطوری که داریم میبینیم تابلو سه تا پاراگراف داریم. جمله اول رو بر خودمون مشخص میکنیم. این جمله اول، آقا جمله تا کجاست؟ تا نقطه دیگه نه؟ میرم پاراگراف دوم، جمله اولش تا نقطه. پاراگراف سوم، جمله اولش تا نقطه. اوکی، من سه تا پاراگراف داشتم، رفتم سه تا جمله رو مشخص کردم. بچه ها تا من توضیح میدم، یا حالا بعدن اون بچه‌ای که این فیلمو آفلاین دیدن، یا یک بار دیگه شما خواستین این فیلمو ببینید، مطمئنا اون بچه‌هایی که باشن الان یه بار دیگه این فیلمو آفلاین هم خواهند دید و این نکات رو یادداشت میکنن. قول میدم بهتون فیلمو میتونید مثلا پاس کنید الان، بعد خودتون برید به این تست جواب بدید، بعد بیاید توضیح منو ببینید. بریم سراغ توضیح. نکته اولی که میخوام بگم درباره ترجمه کردن جمله های زبان انگلیسی و متن های انگلیسیه. بچه ها نکته ای که خیلی مهم هست و سوال همتون، آقا ترجمه هم خوب نیست، همون جمله اول درک مطلب هم نمیتونم ترجمه بکنم. خب بچه ها دو تا چیزو شما باید خیلی بهش دقت بکنید. یکی اینکه شما باید آدم زرنگی باشید. شما باید آدم زرنگی باشید، یعنی بدونید که الان این جمله‌ای که اینجا نوشته شده و من دارم از چپ به راست میخونم، از چپ به راست میخونم، این جمله یه جمله استاندارد، یه جمله منطقی هست که اگر من معنی کلمه ایو ندونم، بر اساس IQ خوبم و بر اساس زرنگی که دارم معنیشو یا حدس میزنم یا با توجه به جایگاه اون کلمه در جمله انگلیسی از چپ به راست که میشه فاعل به اضافه فعل به اضافه مفعول، من میتونم حدس بزنم معنی این کلمه رو. پس دوتا راهمون، یا خود کلمه رو بگیم یا حدس بزنیم. آقا یعنی چی؟ یعنی این، بیا All countries. اولا اینکه جملتون رو کلمه به کلمه ترجیحاً ترجمه نکنید، عبارت به عبارت ترجمه بکنید. همه کشورها. That رو هر وقت دیدید به احتمال 99% معنیش میشه که، و این that‌ای که معنی که داره میده، یا جمله‌ای بعدش باز دوباره داره شروع میشه، یا that وصفی ماست که بچه ها اینجا یک بند وصفی شما میتونید ببینید خب، که مربوط به همین کلمه قبل از that هست. آقا از کجا بفهمم کدومه؟ خب ببینید بچه ها، ما دو مدل that کلن تو انگلیسی داریم. این نکته رو بهتون بگم، من اینجا بنویسم، ما دو مدل that داریم. یکی این دتیه که میشه دت کلاز، یعنی قبلش جمله داره، فاعل و فعل داره، دوباره بعدش هم فاعل و فعل داره. خب I think that they will pass the exam. من فکر میکنم که آنها امتحان را پس خواهند کرد. الان I think یه جمله است، دت میشه که، و بعدش هم دوباره یه جمله است. این یه مدل دت. یه مدل دتمون هم اینطوریه، مثل این دت، یعنی یک اسم رو داری، بعد دت داری، بعد از اون دت یک بند داره میاد دیگه، آره، که همون بند وصفی شماست که اون عملاً فقط داره این اسم رو وصف میکنه. موضوع گرامر درس
دوم دوازدهممون. الان این کدوم دت هست؟ خب این فاعل و فعل نیست که all countries، یه اسم فقط همه کشورها. پس این دت دت وصفیه و این تیکه مال همه کشورهاست. همه کشورهایی که چی؟ همه کشورهایی که چی؟ همه کشورهایی که میفرستند object into space، به فضا. الان شاید خیلی ها معنی object رو ندونن. آقا یا خودشو بگو یا حدس بزن. به فضا چی میفرستن؟ خب آقا ماهواره میفرستن، اوکی. به فضا موشک میفرستن، اوکی. آقا شاید همینا فقط بیاد توی ذهنت. ها این الان همینه تقریبا. بچه معنی لغوی آبجکت میشه شیء. میگه همه کشورهایی که اشیا یا به فضا میفرستن. پس من اگر معنی آبجکت رو هم نمیدونستم اصلا مهم نبود، اصلا خود آبجکت رو میگم و بعد ولی تو ذهنم متوجه میشم که آقا منظور از آبجکت چیه؟ ماهواره و فلان و نمیدونم آره موشک و امثال اینها. به فضا الان شما قطعا بعد از این قضیه باید فعل ببینید دیگه، نه؟ find themselves fact to face. بچه این الان دوباره یه عبارت هست، with a serious problem دو نقطه space چان کم یه عبارت هست. بس الان من این جمله ما اگر بخوام مثلا عبارت بندیش بکنم، همه کشورهایی که آبجکت میفرستن به فضا، find themselves fact to face، آقا اینو چطوری ترجمه کنم؟ بچه شما فیس رو دارید میبینید، خب فیس یه معنیش میشه چهره، صورت، هممون بلدیم. ولی همونطوری که اینجا دارید میبینید، خب فیس الان اسم نیست دیگه، فیس فعله. و از طرفی فایند هم که میشه پیدا کردن، همه کشورها خودشان را پیدا میکنند. خب مطمئنا ترجمهش این نیست، من دارم بد ترجمه میکنم، اشکال نداره، جمله مگه جمله منطقی نیست؟ پیدا میکنن خودشونو با این حقیقت که فیس که روبرو آها میخواد بگه که با این حقیقت مواجه هستند، با این حقیقت روبرو میشوند. بچه سخت نکنید کارو، نرو فکر کن که الان فایند پیدا میکنند خودشان را حقیقت به چهره. خب این معلومه یه جای کارت داره میلنگه، بعد یه سر رفته رفته منطقی در که فکر بکنیم اوکی مثلا من تو فارسی چی میتونم بگم؟ پیدا میکنن خودشون رو با این حقیقت که فیس رو آها با این حقیقت مواجه هستن، با این حقیقت روبرو هستن. با چه حقیقتی؟ سیریس پرابلم، مشکل جدی، دو نقطه مشکل جدی چی؟ اسپیس جانک. پس این جمله اول من مخصوصا دارم این همه توضیح میدم و این مدلی ترجمه میکنم که تو هم از این به بعد این مدلی بری بخونی متناتو. میرم پاراگراف بعدی. Japan's space agency عبارت اولم has built present perfect حال کامل فعل جمله است an electromagnetic sensor. آژانس فضایی ژاپن، شما میگی علی's car، علی's car ماشین علی، Japan's space agency ایجنسی فضایی ژاپن، آژانس فضایی ژاپن has built ساخته است an electromagnetic sensor فلان کوفت و ساخته. چیکار دارم؟ پاراگراف سوم، a Swiss company، یک کمپانی سوئیسی، proposes فعل جمله، a different answer جواب متفاوتی propose میکند. تو میدونی که بعد از فاعل در زبان انگلیسی مسلماً باید فعل بیاد که یک جمله تشکیل بشه. پس اون proposes که شما دارید میبینید بچه ها فعل جمله است. قطعاً توی این جمله ببین، a Swiss company الان بخش اول این جمله است، propose فعل جمله است، a different answer مفعول جمله است. یک کمپانی سوئیسی پروپوز میکند، یک کمپانی سوئیسی پروپوز میکند جواب متفاوتی. یه بار دیگه بررسی بکنیم، همه کشورها که دارن شی میفرستند روبرو هستن با یه مشکل جدی، اون مشکل چیه؟ اسپیس جانک. آژانس فضایی ژاپن ساخته از الکترومگنتیک تتر. یک شرکت سوئیسی پیشنهاد میکند جواب متفاوتی. میرم تو گزینه ها. خیلی از بچه ها معمولا میرن گزینه چهار رو انتخاب میکنن، میگن روش های فرستادن آبجکت به فضا. من سوال دارم از اونهایی که مثلا گزینه چهار رو انتخاب کرده بودن، آیا اینجایی که داره میگه شرکت سوئیسی جواب متفاوتی پروپوز میکند دارد معنی پروپوز یعنی پیشنهاد کردن؟ بچه ها که اگر نمیدونستیم هم نمیدونستیم اصلا مهم نبود. شرکت سوئیسی پروپوز میکند جواب متفاوتی. بچه ها این جواب به کیه؟ این جواب مگه به این نیست؟ ها؟ پس یقیناً اون چیزی هم که ژاپن ساخته بود واسه همین بود که تو پاراگراف بعدیش گفت شرکت سوئیسی داره اینو پیشنهاد میکنه. اینی هم که ژاپن ساخته، اینم واسه همین ساخته.
مشکله دیگه نه؟ آیا مشکل فرستادن اشیا به فضاه؟ یا مشکل دو نقطه سپیس جانکه؟ خیلی سوال قشنگیه، مخصوصا این سوالاتو نوشتم بچه ها. اصلا سوال راحتی انتخاب نکردم که فکر بکنید مثلا آره خیلی راحت میشه به سوالات درک مطلب جواب داد. نه، در صورتی راحت میشه به سوالات درک مطلب جواب داد که حواس جمع داشت، که استایلی که الان امروز بهت یاد دادم و مدلی که دارم میگم و پیاده بکنی. یعنی تو باید بدونی که پاراگراف اول ادامش پاراگراف دوم، پاراگراف دوم ادامش پاراگراف سوم، سومی ادامش پاراگراف چهارم. بچه ها متنها هر چند تا پاراگرافی که دارن، خب چند تا آیدیا یعنی دارن دیگه نه، بعد آیدیاهای نویسنده باید به ترتیب پشت هم باشه. به همین دلیل تو وقتی داری اینجا میبینی جواب متفاوت دارد، ژاپن فلان چیز را ساخته است، واسه چی ساخته اینا رو؟ واسه اون مشکله دیگه. مشکله چی بود؟ سپیس جانک. بعد جانک هم که میدونید یعنی زباله، یعنی ویست. آقا جانک رو نمیدونستم یعنی زباله یا ویست، اشکال نداره، نویسنده برات نوشته. The junk includes parts of rocket، بخشای از راکت ها، unwanted remaining parts from launches، dead satellites، ماهواره های مرده، منظورش اینه که اونایی که تو فضا منفجر میشن و از کار میفتن دیگه کار نمی کنن، and other manufactured items that، کار ندارم ازا. آها، پس این منظورش از سپیس جانک که خودش داره میگه جانک یعنی این بخش های راکت ها، ماهواره های مرده. اوکی، ذهنم بررسی بکنم تو فضا این دیگه یه سری شیء اونجا مونده، خب اینا میشن جانک دیگه، اینا زبالن، اینا به درد نخورن، بعد مشکلن اینا. پس میتونم بفهمم که منظورش همون ویست بوده دوست من. اوکی، یعنی شما اگر به همین قضیه دقت میکردید که آیا روش‌های فرستادنی که من دارم انتخاب میکنم و با توجه به این different answer این جواب آیا برای روش هاست یا این مشکل، خیلی راحت گزینه 4 رو انتخاب نمیکردم. بعد میدونستم که waste میشه زباله، اونورم که رفتم خوندم اون جمله بعدیو که جانکا برام توضیح داده بود، فهمیدم که داستان چیه. بچه ها طبق روشی که دارم میرم جلو، اگر همیشه عمل بکنید مطمئنن همه سوالات موضوع متن رو خواهید زد. ریاضی 98 سوال چیه؟ میگه پاراگراف دوم درباره یه چی بحث میکنه؟ این پاراگراف اول کار ندارم بهش. پاراگراف دوم، جمله اول پاراگراف دوم انتخاب کردم. اوکی، بریم بخونیم. The electronic nature of e-readers gives us much more than a print copy of a book than can do. میگه که الکترونیک، آقا نیچر که میشه طبیعت، برم بخش بندی کنم. اوکی، الکترونیک نیچر آف ای ریدرز، الان این عبارت اول، گیوز فعل جمله، آس مفعول، گیوز آس به ما میدهد، سو ماچ، خیلی بیشتر از a print copy of a book can do، بیشتر از اونی که یک print copyه یک کتاب میتونه انجام بده دیگه. از اول بخونم. طبیعت الکترونیکی، تو فارسی چی میگم؟ طبیعت الکترونیکی نه، میگم ماهیت الکترونیکی. بله، ماهیت الکترونیکیه ای ریدرها، gives us، میدهد به ما، بیشتر از پرینت کپی کتاب. آقا این سخته ترجمه، چی داره میگه عزیز من؟ چرا سختش میکنی؟ اصلا هم سخت نیست. پرینت کپی، اوکی، شما وقتی یه چیزیو پرینت میگیری، کپی میکنی، کتابی که پرینت باشه، و اونورم که داره میگه ای ریدر، ای هم که اینی الکترونیک، خودش هم تازه نوشته، ماهیت الکترونیکی ای ریدرها میدهد به ما بیشتر از کتابهای پرینتی. آره، کپی منظورش کتابهای کاغذی، اونور کتابهای الکترونیکی، خواننده های در واقع الکترونیکی. آره، ای ریدرز ها که داره میگه. اوکی، آه مفهومش متوجه نشدم، اشکال نداره. تو به عنوان آدمی که الان استایل رایتینگ میشناسی، میدونی که درک مطلب یا متنهای درک مطلب بر چه اساسی نوشته شدن، میتونی بیای از نکته‌ای که الان اونور گفتیم دوباره استفاده بکنی. آه، نکته چی بود؟ نکته این که الان پاراگراف اول تو وصل به پاراگراف دوم تو، دومیه دوباره ادامش مثلا میشه پاراگراف سه، یا حتی ممکنه سومیه دوباره وصل باشه اصلا به اولیه و یک نتیجه گیری بکنه از اولیه. پس میتونم بیام از اولیه استفاده کنم، ببینم اولیه چی داشت میگفت. میگه the advantages or positive points of e-readers certainly seems to be more than the disadvantages.
آقا معنی ادوانتج رو نمیدونم، اشکال نداره، طراح برات نوشته. یعنی در واقع اون نویسنده اولیه نوشته بوده و طراح اصلا به همین دلیل رفته این تست رو انتخاب کرده، چون معنی ادوانتج رو اینجا خودش نوشته بوده. معنیشو نمیدونم، نوشته اور، پس اینم یعنی همین، مساوی ان این دو تا دیگه، نه اور یعنی مساوی. پوزتیو پوینت، نکات مثبت، پس معنی ادوانتج میشه نکات مثبت. نکات مثبت ای ریدرها مطمئنن به نظر میرسد. بچه ها سرتنگی خب کلمه پرتکراریه توی کنکور، معنیشو حتما یاد بگیرید. مطمئنن سیم هم خیلی پرتکراره به نظر میرسد. سیم که میدونید یه فعل ربطیه، توی درس دوم دهم شما باید خونده باشید اینو، معنیش میشه به نظر رسیدن، که بعدش هم گفتیم صفت میاد دیگه. To be more than که بیشتر از disadvantages باشه. بچه ها یه خواهشی که ازتون دارم، لطفاً اون نکات ابتدایی و بیسیک زبان انگلیسی رو حداقل بلد باشید یا فکر بکنید بهش. آقا چیه اون نکات؟ بچه ها شما میدونید که لایک میشه دوست داشتن و دیسلایک میشه دوست نداشتن. شما میدونید که کنکت میشه خب وصل بودن، دیسکنکت میشه قطع بودن، وصل نبودن. شما میدونید لاف میشه عشق، دوست داشتن، عاشق بودن، دیسلاو میشه دوست نداشتن. پس وقتی که اینجا داره میگه ادوانتج و این بر داره میگه دس ادوانتج، خب وقتی این میشه سود یا نکات مثبت، اون میشه ضرر دیگه. میگه سوداش به نظر میرسه بیشتر از مردن، بیشتر از ضرراشه. پس در ادامه توی پاراگراف دو هم میاد درباره ادوانتج صحبت میکنه، حالا یا ادوانتجز صحبت میکنه، آره درباره مزایاش میاد صحبت میکنه. تمام شد رفت. بعد بچه ها حذف گزینا هم اینجا خیلی اوکی بود. ببین تو اگه دقت بکنی، مثلا دو اومده نوشته the reason why a box are more fun. خب یعنی چی فان؟ آیا اون تیکه ای که تو خوندی و حتی رفتی توی پاراگراف اول اصلا چیزی از فان دیدید بچه ها؟ ادوانتج یا دیسادوانتج چه ربطی داره مثلا به فان بودن؟ یا اینجا نوشته سلامتی انسان ها. خب بچه ها انصافا هیچ ربطی نداشت به سلامتی، حتی گوشه ای از این ربطی به سلامتی انسان ها نداشت. از این بخشی که خوندید شما، شاید یه جای دیگه این متن حرفی از سلامتی هم حالا یه گوشه زده باشه، اون چه ربطی داره؟ این میگه موضوع پاراگراف دو چی؟ یا مثلا اینجا توی گزینه یک the way a box have changed people's reading habits، چطور ایبوک ها عادت های خواندن مردم رو عوض کرده اند. در که اون داره میگه به ما بیشتر از اون میده، چه ربطی به عادت داره؟ بس ببین سوال کلیر هست، سوال واضحه بچه ها. متن هنر 98 رو ببینید، این یه پاراگرافه. بچه ها توی متنهای یک پاراگرافی این نکته رو الان میتونی برای خودت یادداشت بکنی، بنویس برای خودت. در متنهای یک پاراگرافی علاوه بر تاپیک سنتنس، جمله آخر پاراگراف که در واقع میشه همون جمله آخر متن رو هم میخونیم. ما دیدید تا الان فقط میرفتیم سراغ تاپیک سنتنس ها بر اساس حالا تعداد پاراگرافی که داشتیم. الان تاپیک سنتنس ما تاپیک سنتنس طولانی هم هست باشه، اصلا مهم نیست، بریم تا نقطه دو خط شد بشه. اما چون همه متنمون فقط یه دونه پاراگراف هست، پس میریم جمله آخرش هم که اینه مشخص میکنیم و میخونیم. What is lost when a language ceases to exist؟ چی از بین میره وقتی یک زبان سیز میکنه که وجود داشته باشه؟ این جمله آخرش بود. و توی جمله اول بچه ها، خب این متن بسیار راحتی بود که من خودم یادم، مثلا اون تایمی که داشتم کنکور هنر 98 رو جواب میدادم، فوراً این سوالو مثلا به محض اینکه خوندم جمله رو فوراً زدمش، یعنی رفتم فوراً گزینه 1 رو براش انتخاب کردم. خب الان میگم چرا. آقا بر چه اساس رفتی فوراً گزینه 1 رو براش انتخاب کردی؟ خوب دقت کنید بچه‌ها، یک جوابه. واسه چی یک جواب؟ بچه‌ها من وقتی این جمله رو داشتم میخوندم دیدم نوشته languages one of the important abilities of humans which humans stand out which makes human stand out from animals. So به محض اینکه so رو دیدم و این ویرگول رو، so language loss، گفتم او این میخواد درباره language loss حرف بزنه و فورا گزینه 1 رو براش انتخاب کرد. خب ولی نکتهش چیه آقا؟ نکتهش اینه که بچه ها نویسنده ها خیلی وقتا
اینو کم ببرم بالاتر ببینید. نویسنده ها خیلی وقتا وقتی که میخوان تاپیک سنتنس رو بنویسن، یعنی جمله اول پاراگراف رو بنویسن، یه سری جنرال صحبت میکنن. چطوری صحبت میکنن بچه ها؟ کلی حرف میزنند. ببین کلی نه درباره موضوع اون پاراگراف، یه ذره فراتر درباره اون جزئی که میخوان حالا صحبت بکنن، بعد میان تاپیک مینویسن. منظورم اینه که الان اینجا نویسنده گفته زبان یک توانایی مهمه که انسان رو stand out from animals، انسان رو stand میکنه out، stand یعنی وایستادن، که باعث میشه انسان وایسته out from animals، یعنی به دور از، آره، خارج از حیوان وایسته. انسان خارج از حیوان وایسته. آقا چی داره میگه؟ خب معلومه چی داره میگه. بین انسان و حیوان داره جدا متمایز میکنه فرقاشون. اوکی؟ میگه زبان یک توانایی بسیار مهم، ability رو میدونم، important میدونم میشه مهم، abilities one of the important abilities، یکی از توانایی مهم هست، which که ترجمه میشه. make بچه ها معنیش خیلی وقتا ساختن نمیشه، اتفاقا خیلی وقتا تو انگلیسی معنیش میشه باعث شدن، موجب شدن، وادار کردن. باعث میشه انسان ها stand out from animals، دور از حیوان وایستند. یعنی چی؟ یعنی در واقع داره اینا رو متمایز میکنه. خب so بنابراین پس الان حرف کلیشو زد. حرف کلی چیه؟ زبان مهمه. اوکی آقا، زبان مهمه، ویرگول، بنابراین پس از دست رفتن زبان، من دارم مخصوصا از چپ به راست می نویسم ها، از دست رفتن زبان raise the serious questions in humanity perhaps about our familiar car، ندارم نقطه. بنابراین از دست رفتن زبان سوالات زیادی را مطرح می کند. پس من میتونم اینطوری بگم آقا هر وقت نویسندهه اومد کلی حرف زد، بعد از اینکه کلی حرف زد اومد یه چیزی توی مایه های بنابراین یعنی so یا therefore نوشت، و یا از اما و اینا استفاده کرد که اما میشه but، میشه however، میشه though. خب بعد تازه بعد از این میاد نظر خودش رو می نویسه. من بر اساس این نکته گفتم که بعد سو نوشته لنگویج راست، زبان خیلی مهمه، بنابراین از دست رفتن زبان سوالات زیادی مطرح میکنه. پس نویسنده میخواد درباره از دست رفتن زبان صحبت بکنه، یعنی سابجکت این متن میشه از دست رفتن زبان، نه خود زبان، یا چطور زبانها دای اوت میشن، یا اینکه مثلا مقایسه of modern and old languages چه ربطی داره، یا اینکه مثلا ببین main difference between humans and animals، که خیلی ها مثلا گول میخورن و گزینه 4 رو انتخاب میکنن، در حالی که اون فقط یک مقدمه بود. آقا از کجا بفهمیم؟ خب وقتی که داره میگه زبان مهمه، پس بنابراین از دست رفتن زبان سوالات زیادی را مطرح می‌کند، یعنی من نویسنده نمی‌خوام درباره زبان صحبت کنم، من می‌خوام درباره از دست رفتن زبان صحبت بکنم. اوکی، این نکته رو حواستون باشه. با اینایی که اینجا برات نوشتم ها، میریم متن بعدی. سوال بعدیمون چی بوده؟ زبان 98 بوده. سوالو ببینید، سوال چی داره میگه؟ What is paragraph 3 mainly discuss؟ میگه پاراگراف 3 درباره چی بحث می‌کنه؟ پاراگراف 3 میشه همین پاراگراف آخریه. چی کار باید بکنم؟ جمله اولشو مشخص کنم واسه خودم، برم ببینم که تاپیک سنتنسش چیه، نظر نویسنده چی بود. اینم تستی بود که خیلی راحت میشد بهش جواب داد. میگه آنلاین فرندشیپ آر کوایت ایزی، میگه دوستی های حالا در واقع آنلاین نسبتا آسونه. بات اما In real world, things are much more difficult. در دنیای واقعی چیزها خیلی سخت تره. حرف نویسنده کجاست؟ طبق نکته ای که الان بهت گفتم، حرف نویسنده بعد از but. بعد چی داره میگه؟ تو دنیای واقعی
چیزها بیشتر سخت، ربطی به آنلاین نداره. بس درباره آنلاین نمیخواد اصلا صحبت بکنه. اصلا درباره آنلاین نمیخواد صحبت بکنه. آره؟ درباره نظرات مردم هم نمیخواد صحبت بکنه. داره میگه آفلاین توی دنیای واقعی سخت‌تر هست. making friends یا همون friendship کوزینیس. یعنی تو اگر فقط این تیکه دوم بعد بات رو میدیدی، آره، the real world things are much more difficult. real world harder. به جای difficult نوشته hard. تمام شد رفت. آره؟ نکته اینطوری به درد میخوره ها. تجربه 400 سه تا پاراگراف دارم. سوال چیه؟ the passage mainly discuss. مد بیشتر در باید چی داره بحث میکنه؟ سه تا پاراگراف هم جمله اولش رو مشخص کنم. جمله اول، جمله اول این چرا تموم نمیشه؟ او رفت و خط و نیم شد. بچه ها توی جمله هایی که این مدلی میشن ببینیم، اصلا میرن دو سه خط میشن، معمولا همون خط اول ته تهش یه خط و نیم کافیه دیگه. خب مگر این که ویرگولی گذاشته باشه و مثلا از so, but, and, do, however امثال اینا استفاده کرده باشه که تو میفهمی که بعد اونا مثلا میشه حرف نویسند. ولی ما دیدیم که همچین چیزی نذاشته بود. ویرگولایی که فقط اینجا گذاشته درباره یه الکس فرگوسن مثلا اومده گذاشته. خب ربطی هم به الکس فرگوسن. یا ویرگولی که اینجا گذاشته بعدش مثلا اومده ون نوشته. و قبلش من نگاه میکنم میبینم که این تیکه میتونه مهم باشه. شاید اصلا وقتی که حتی مهم نیست اصلا از اون به بعد. و میرم توی پاراگراف سوم جمله رو مشخص میکنم تا اینجا. خیلی خوب. بریم بخونیم چی داره میگه. A few decades ago. بچه ها decade یعنی دهه. چند دهه پیش professional footballers، فوتبالیست های حرفه‌ای، spent صرف می‌کردند their nights، شباشون رو partying، پارتی یا جشن و اینا. پس چند دهه پیش فوتبالیست های حرفه‌ای صرف پارتی می‌کردن شبا رو. the change began، تغییر. بچه اینجا که میگه تغییر شروع شد، آها، پس احتمالاً دیگه شبا چند شده بوده، خیلی صرف پارتی نمی‌کردن. خب و میرم توی پاراگراف سوم دارم میگه gradually به تدریج club managers مدیران باشگاه ها بیگن شروع کردن to pay more attention که توجه بیشتری بکنند. حرف اضافه attention هم حواستون باشه to scientific sleep research. این که گفتم حرف اضافه attention حواستون باشه تو هیچ ربطی اصلا به درک مطلب نداشت، خب، ولی چون مهم هست و میدونه تست احتمالی باشه برای حالا حرف اضافه‌ای که مثلا توی کلوز تست مطرح بشه یا حتی تست مستقیم گرامر، الان همینطوری یه تکراری کردم براش. توجه بیشتری به در واقع تحقیقات حالا خاص خواب and for good reason و به طور خیلی جدی در واقع، آره، خیلی خوب، خیلی پرفکت، یعنی در واقع این کار رو انجام دادن to the point. بس بچه ها مدیران باشگاه ها به تدریج شروع کردند که توجه بیشتری کردند به خواب. اینجا تغییر شروع شد توی پاراگراف دوم. اولم که اینا شبا اصلا پارتی بودن، آها، پس داستان خوابه و تغییراتی که به تدریج رسید توی پاراگراف سوم و شروع شد. میرم توی گزینه ها. A complete change. بچه ها complete یعنی کامل. توی پاراگراف 3 داره میگه gradually به تدریج و اصلا گزینه هایی که مطلق حرف میزنن شما قطعا زیاد شنیدید این نکته رو. میگه آقا اونجایی که مثلا only داری میبینی، اونجایی که never داری میبینی، اونجایی که all داری میبینی، مثلا always داری میبینی، اینجا یه ذره برو شک کن. آره، just میبینی برو شک کن، complete میبینی برو شک کن. وقتی داره complete میگه کامل، یک تغییر کامل، چه داره میگه؟ به تدریج، gradually. این درس سوم دوازدهمه دیگه. تست احتمالی وکبتون هم هست دیگه قطعا تو کنکور 1401. پس complete نمیتونه باشه. میگه مدیران باشگاه ها و تصمیماتشان. آخه کدوم تصمیماتشان عزیز من؟ تصمیماتشان یعنی هر تصمیمی که رفتن گرفتن فقط درباره خواب دارن تصمیم میگیرن، نه تصمیماتشان. اهمیت خواب در ورزش‌های حرفه‌ای جواب ما هست. و 4 رابطه بین خواب
و اینجوری انصافا رفیق سه تا پاراگراف ما خوندیم توی تاپیک سنتنس ها، تو اصلا حرفی از اینجوری شنیدی؟ و شبا می رفتن پارتی، تغییر شروع شد، به تدریج مدیران باشگاه تحقیقات بیشتری کردن حالا درباره خواب و اینها. چه ربطی اصلا به اینجوری داره؟ این داره درباره خواب صحبت میکنه. سوال خیلی راحت و قشنگی بود، با حرف گزینا میشد بهش جواب داد. بچه ها متن ریاضی 99 رو ببینید چی داره میگه. What is the subject of the passage؟ سابجکت متن رو میخواد. چند تا پاراگراف دارم؟ اینها. موضوع متن رو دوباره میخواد. دو تا پاراگراف دارم. برم بررسی بکنم. اوکی. تاپیک سنتنس پاراگراف اولم. تاپیک سنتنس پاراگراف دومم داره طولانی میشه، اشکال نداره. هر کدومش تقریبا یه خط و نیم دو خط شد. بشه. اصلا مهم نیست. برم بخونم. A kind of bird known as pigeons. اوکی. این الان عبارت اولی که جدا میکنم. Have been taught فعل جمله است. To recognize وربالمون هست، یعنی همون شبه فعل یا فعل نمایی که بهش میگیم. Human facial expressions ویرگول weakening long held beliefs that only human have the sophisticated nervous system to perform such an act. خیلی خوب، چی داره میگه؟ داره میگه یک نوع پرنده شناخته شده از به عنوان به اسم پیجن که تو درس اول دوازدهم یاد گرفتید، پیجن کبوتر، هبین تاد یاد داده شده است. تو رو که اگناز بچه ها تو رو که ترجمه بکنید، توی وربال هایی که با مصدر با تو هستند و وربالی که بعد از افعال اصلی جمله دارن میان که ترجمه کنید. یاد داده شدند که چی؟ که شناسایی کنند. ریکگنایز فعل بسیار مهمی است، تشخیص دادن، شناختن، آره، که تشخیص بدن، بشناسن. Human facial expressions. خب human که میشه انسان، facial از face داره میاد، اوکی، یعنی face انسان، expressions حالت. Facial expression یعنی حالت چهره. حالتهای چهره انسان رو تشخیص بدن. اوکی بچه ها، متن عجیب و غریبی نیست، متن متفاوت از دنیای ما نیست. یعنی تنها فرق بین انگلیسی و فارسی اینه که اون زبان انگلیسی ما زبانمون فارسیه. آقا چه جمله تاثیرگذاری گفتی واقعا. نه منظورم این نیست، منظورم اینه که دنیامون متفاوت نیست، ما فقط زبونامون متفاوته. یعنی اینجوری نیست که ما توی یک دنیای دیگه زندگی بکنیم که کبوتر نداشته باشیم و اونها توی یه دنیای زندگی بکنن که کبوتر داشته باشن. یعنی اینطوری نیست که من میگم یک نوع پرنده به اسم کبوتر که آموزش داده شده است که تشخیص بده فیشل اکسپرشن رو، این بچه ها فقط زبانش انگلیسیه، ولی اتفاقش، ولی جملهش، نمیدونم منظورم رو داری متوجه میشی یا نه، ولی اتفاقش، ولی جملهش درباره موضوعی که داره صحبت میکنه، اون موضوع توی دنیای ما هم هست. مشکلی که خیلی از بچه ها دارن، یعنی فکر میکنن اگر مثلا حالا متنی اومدن نوشتن، وای الان درباره چی نوشتم، از کجا بفهمم اصلا چی داره میگه، این اصلا تو دنیای ما نیست، اصلا همچین چیزی رو من نشنیدم. ولی که بچه ها، متن‌ها همیشه موضوعات روتین، روزمره و جنرال طور هستند. حالا بعضی وقتا مثلا اگر سپسیفیک یا علمی هم بشن، علمی خفن نیستن، درباره یه موضوعی دارن صحبت میکنن که من فارس همونو دارم، آره، که ما هم توی فارسیمون اونو داریم. پس یه نوع پرنده آموزش داده شد که شناسایی بکنه، تشخیص بده facial expression انسان‌ها رو. و اینجا some psychologists، برخی روانشناسان، have theorized، یعنی در واقع نظریه پردازی کردن. بچه این همون تئوری که خودمون توی فارسی هم استفاده می‌کنیم، have theorized that که because of یعنی به دلیل، یعنی due to، آره، به دلیل اهمیت facial expression to human communication، human developed special nervous system رو کار ندارم. پس روانشناسان چیکار کردن؟ نظری پردازی کردن که به دلیل اهمیت facial expression برای ارتباط انسان‌ها developed، دارن توسعه میدن یا همچین چیزی. برم تو گزینه چی داره میگه. میگه differences in communication between humans and pigeons، یعنی تفاوت در ارتباط بین انسان‌ها مثلا و کبوترها. چقدر گزینه پرت. اهمیت بادی موومنت این هیومن کمیونیکیشن چه ربطی داره آخه. 3
recognition که از همون recognize داره میاد of facial expression شناخت facial expression و emotions that our face can show احساساتی که چهره ما میتواند نشان داد. بابا اول داره میگه یه نوع پرنده آموزش داده شد ریکگنایز کنه فیشل اکسپرشن و اینجا دوباره داره میگه روانشناسان هفته رایز دات ایمپورتنس اف فیشل اکسپرشن واسه ارتباط انسان ها خیلی مهمه. پس داره درباره همون شناخت و تشخیص فیشل اکسپرشن صحبت میکنه بچه ها. و بقیه گزینه ها پرت بودن و خواهشی که ازت دارم، خواهش میکنم اصلا اوورثینکینگ نکنی یا اصلا نری دنبال این که من حتما سوال درک مطلب و طراح یه جوری نوشته وای من الان چه جوری فکر بکنم چطوری اینو تفسیرش بکنم، یعنی منظورش چی بوده، یعنی منظورش بوده مثلا تفاوت‌های کمیونیکیشن. آقا چرا، آخه برای چی؟ همون چیزی که می‌بینی، همون چیزی که نوشته میشه جواب. تمام شد رفت. نمیخواد سخت کنی قضیه رو برای خودت. تجربه 98 چی داره میگه؟ In early 1990s many villages turned to solar power in parts of Africa where life was hard because of the absence of electricity. و اینجا شاموا 7 kilometers from Zimbabwe's capital که حالا نمیدونم این لارر هست یه جای خاص هست که مهم نیست is now one of the best solar village models in the country. این دوتا جمله ای که هست پس برم همین دوتا رو بخونم ببینم چی داره میگه. اوکی روستاهای خیلی زیادی turn to solar power. بچه سولار رو هممون بردیم. روستاهای زیادی در فلان تاریخ روستاهای زیادی turned فعل جمله است turn to نیروی سولار خورشیدی اوکی انرژی خورشیدی در بخشایی از آفریقا جایی که زندگی سخت بود به دلیل absence of electricity و اینجا داره میگه شاموا 70 کیلومتری زیمبابوه پایتخت زیمبابوه در واقع فلانجا هست الان یکی از بهترین سال ویلج از همین روستاهایی که دارن این کارو انجام میدن مدل‌های خوب که دارن این کارو انجام میدن کدوم کارو شیر کردن انرژی خورشیدی روی آوردن به سمت انرژی خورشیدی سال پاور. الان وقتی میری توی گزینه‌ها خب متاسفانه بچهای خیلی زیادی سر کلاس‌های من یا حتی توی همون کنکور هم رفته بودن و گزینه 3 و 4 رو معمولا انتخاب کرده بودن چون فکر نمی‌کردن که گزینه 1 میتونه جواب باشه. در حالی که بچه‌ها من همین الان گفتم من خواهش کردم ازتون باز هم خواهش می‌کنم هر چی که می‌بینین نوشته انتخاب کن. متن رو تفسیر نکن. اصلا فکر نکن که سوال درک مطلب سوال بسیار سختیه که نوشته شده. نه. جون هر کی دوست داری این کارو نکن. الان توی اولیه چی داره میگه؟ خب روستاهای زیادی رفتن سمت انرژی خورشیدی در بخشهایی از آفریقا. شاموا یکی از بهترین روستاهاست که داره همین کار انرژی خورشیدی انجام. خب میشه گزینه 1 بچه ها اینا شام واس فارمرز. آقا فارمر ننوشته بود. خب فارمر بچه ها یعنی کشاورز. خب کشاورز جاش کجاست؟ تو روستا. بعد تازه اگر یه ذره بیشتر دقت میکردیم اصلا تو پاراگراف 2 این تیکش هم اومده نوشته 52 تا کامرشال فارمینگ فامیلیز خانواده های روستایی. حتی اگر اون رو هم تو نمیدیدی مهم نبود، تو باید گزینه یا الان انتخاب بکنی که هم پاراگراف اول هم پاراگراف دوم رو پوشش بده. تنها گزینه این گزینه 1 کشاورزان شاموا شیر میکنن سول پاور سیستم رو که خیلی از بچه ها مثلا میگفتن آقا گزینه 1 فقط داره مثلا به پاراگراف 2 اشاره میکنه در حالی که بچه ها فقط به 2 اشاره نمیکنه. 1 چی داره میگه؟ روستاهای خیلی زیادی رفتن سمت انرژی خورشیدی. شاموا یکی از این روستاست. خب شاموا یکی از روستاهاییه که الان داره سول پاور سیستم استفاده میکنه دیگه. تموم شد رفت. بعد حالا ببین مثلا گزینه 2 که هیچی اصلا پرته. 3 داره میگه آینده انرژی خورشیدی در آفریقا. بچه‌ها خیلی کلی داره صحبت میکنه. میدونی اون گزینه که کلی داره صحبت میکنه که جواب نیست. این یه نکته. نکته بعدی آینده انرژی خورشیدی در آفریقا صرفا مربوط به 4 تا روستا نمیشه که. تازه تاپیک سنتنس پاراگراف دوم که فقط داره درباره شاموا صحبت میکنه چه ربطی به آینده انرژی خورشیدی داره؟ من فکر میکنم الان دیگه متوجه شدی کم کم داستان چیه، متنای کنکور رو چطوری باید نگاه بکنی توی سوال موضوعت که میتونی توی کنکور 1401 دوباره دوتا سوال موضوع داشته باشی. و چهارمیه روش های جدید تولید انرژی. بابا خیلی پرت دوست من.
نمیخواد تفسیر کنی، کسی از تو اصلا نمیخواد تفسیر کنی یا تموم شد رفت. این تا اینجا. بریم سراغ سوال قشنگ بعدیمون که سوال پشتیبانی از متن. نمیدونم این سوال تا حالا شنیدی یا نه، سوال خیلی قشنگی است، خیلی ریز ملموس و نسبتاً یکی دو سال یه بار یه سال در میون سر کلاش تو کنکورها پیدا میشه، مخصوصاً بچهای تجربی و زبان حواسشون باشه به این قضیه که میتونن استفاده بکنن. بچه‌ها ما الان اونور اول متن چی رفتیم گفتیم؟ گفتیم که به جمله اول هر متن میگن topic sentence، به جمله های بعدیش ببین میگن supporting. مگه نه؟ گفتیم حالا جمله آخرم concluding میتونه باشه میتونه نباشه. بعد الان حرفی که به شما میخوام بزنم اینه که وقتی که نویسنده توی جمله اولش یعنی همون topic sentence آیدیاشو مطرح میکنه، بعد توی جمله های بعدی میاد چیکار میکنه بچه ها؟ توی جمله های بعدی میاد سپورت میکنه اینا رو، نه؟ که به اسم supporting sentences ما میشناسیم اینا رو. تو درس سوم و دوازدهمتونم اونجا ریز بهش اتفاقا کتاب اشاره کرده و به همین دلیل هم طراح کنکور خیلی علاقه داره که همچین سوالاتی رو مطرح بکنه. بچه توی جمله های supporting نویسنده میاد درباره آیدیایی که اول مطرح کرده بود صحبت میکنه، یعنی آیدیا و نظر خودش رو باز دوباره شروع میکنه نوشتن. خب در قالب چه جملاتی بچه ها؟ در قالب این جملات، در قالب مثال، در قالب نمونه آوری، در قالب تجربه، نقل قول، findings یافته ها، research تحقیق و statistics یعنی آمار. این مدل جمله ها یافته ها، این مدل جمله ها استفاده میشن، یعنی در واقع جنس جمله ای هستند که نویسنده اون پاراگراف داره استفاده میکنه برای اینکه چیکار بکنه، برای اینکه حمایت بکنه، برای اینکه پشتیبانی بکنه. واسه این من الان اسم این مدل سوالو گذاشتم سوال پشتیبانی. سوال پشتیبانی یعنی چی؟ یعنی همون سپورتینگ. آره، سوال پشتیبانی میتونی الان اینطوری بر خودت بنویسی، پشتیبانیه یعنی سپورت. خب پشتیبانی یعنی سپورت. خب چطوری سپورت میکنه نویسنده؟ از اینا استفاده میکنه، مثال و نمونه آوری و امثال اینها. بعد بچه ها این سوال خوب گوش کن، این سوال سوالیه که تو براش متن رو نباید بخونی. این سوال سوالیه که براش متن نباید بخونی. خیلی سوال باحالیه. الان بریم تو متن رو بررسی بکنیم. مثلا من یه دونه از تجربه 93 اینجا گذاشتم. میگه the quotation from a dying mother mentioned in the last paragraph جای خالی. تو به محض اینکه کوتیشن رو میبینی بچه ها حواستون باشه اینا رو حفظ کنید. ببین اینایی که اینجا برات نوشتم، مثال، نمونه آوری، یعنی example, exemplification, experience, quotation, findings, research, statistics، اینا رو حواستون باشه که معمولا نویسنده اینها رو هر وقت دیدی توی جمله نوشت چرا استفاده کرده، واسه چی استفاده میکنه؟ برای اینکه سپورت بکنه دیگه، نه؟ چی سپورت بکنه؟ به این آیدیای خودشو که اون بالا توی جمله اول پاراگراف گفته بود و میخواد بیاد سپورت بکنه. میگه the quotation from a dying mother mentioned ذکر شده در last paragraph، در پاراگراف آخر. بچه ها پاراگراف آخر هر متن رو بهش میگن پاراگراف conclusion یا نتیجه گیری دیگه، نه؟ پاراگراف آخر متن رو بهش چی میگن؟ conclusion، نتیجه گیری. و quotation رو برای چی نویسنده مینویسه؟ برای اینکه سپورت بکنه. آره، میشه گزینه ی دو. به همین راحتی، دقیقاً به همین راحتی. یعنی اصلا شما نمیخواست به چیز دیگه ای اشاره بکنید، نمیخواست دنبال چیزی بگردید اصلا. آقا یعنی نمیخواست اصلا متن رو بخونم؟ نه نمیخواد. تو اگر طبق این روشی که امروز دارم بهت یاد میدم بری متن بزنی، بعد استایل و چارچوب رایتینگ بشناسی، از این به بعد سوالات ریدینگ رو بشناسی، تو حتی خیلی وقتا به محض اینکه سوال ریدینگ رو داری میخونی میگی مثلا جواب میشه این. خیلی از سوالات ما داریم که حالا انشالله رفته رفته مطرح میکنم حالا توی وقتهای بعدی که خواهیم داشت. بریم متن بعدی رو ببینیم. متن بعدی متن تجربی 97. ببین چی داره میگه، سوالش چی داره میگه.
Why does the author, چرا نویسنده refer to, اشاره می کند به تجربه فلان توی پاراگراف یک. بچه ها نویسنده به تجربه چرا اشاره می کنه؟ برای اینکه support بکنه دیگه نه؟ گزینه سه. To support the main point, point اصلی mentioned ذکر شده in an earlier statement. بچه ها earlier statement یعنی topic sentence. Earlier statement یعنی بیان اولیه. بیان اولیه میشه همون جمله اول پاراگراف دیگه، میشه خود تاپیک سنتنس. پس هر جا earlier statement دیدی یعنی همون تاپیک سنتنس. In the same paragraph. چرا میگه same paragraph؟ چون ما چیزی که اول مطرح کردیم گفتیم هر پاراگراف آیدیای خودشو داره و بر اساس آیدیای اون پاراگراف تو میری سپورتینگ مینویسی. به همین دلیل من میگم که وقتی که اینجا داره میگه مثلا چرا مثال ذکر کرده توی پاراگراف اول، خب واسه این که بیاد چرا تجربه ذکر کرده، واسه این که بیاد آیدیای پاراگراف اول رو سپورت بکنه. ولی مثلا که نمیتونه که آیدیا پاراگراف سوم مثلا بره سپورت بکنه، یا مثلا مثالی که میرن توی پاراگراف سوم مینویسن خب ربطی به بقیه پاراگراف ها که نداره که. بچه ها هر پاراگراف آیدیای خودش، سپورتینگ های خودش. پس اینجا هم به همین دلیل طراح کنکور رفته اسم پاراگراف یک رو نوشته، ولی تست اشتباهی میشد. ها؟ واسه چی نویسنده همچین چیزی رو مطرح کرد؟ یا مگه اینکه مثلا باید چیکار میکرد؟ این پاراگراف یک رو ور میداشت توی گزینه ها میذاشت. پس همیشه به اون پاراگراف اشاره میکنه نویسنده. گزینه ایسته و همین راحتی. متن بعدی سراسری زبان 98. سوال چی داره میگه؟ What is the purpose؟ purpose بچه ها گفتم میشه هدف، توی سوالات یاد گرفتیم. هدف مثال، هدف مثال چیه بچه ها ذکر شد توی پاراگراف 3؟ To support the claim made for the role of the female hormones. آقا این نوشته که سپورت بکنه ادعایی که درباره نقش هورمون‌های زنانه. آقا چه ربطی داره؟ من کجا بفهمم؟ شما خیلی داری غیر استاندارد صحبت میکنی عزیز من، چرا دعوا داری؟ الان میریم چک میکنیم. الان مثال توی پاراگراف 3 باید واسه چی باشه؟ باید برای سپورت کردن مین آیدیای پاراگراف 3 باشه، نه؟ بریم ببینیم آیا مین آیدیای پاراگراف 3 همینه، نقش هورمون‌های زنانه است. کو پاراگراف 3؟ گوشش پاراگراف 3، این پاراگراف 1، پاراگراف 2، پاراگراف 3. The female hormones also protect the body in another way. بله همونه. پس مثالی هم که ذکر شده توی این پاراگراف، good example، برای چیه؟ برای سپورت کردن همین هورمون‌های زنانه است. می‌بینی چقدر سوالات درک مطلب به هم مربوطن. خارج از کشور 98 سوال چی داره میگه؟ این پاراگراف 2، در پاراگراف 2، What is the role؟ رول یعنی نقش. میگه رول مثال. بچه ها مثال رو برای چی ذکر میکنه نویسنده؟ برای اینکه سپورت بکنه earlier statement، گفتم میشه topic sentence دیگه نه؟ برای اینکه topic sentence رو بره و سپورت بکنه. و تجربه 400. Which of the following best describes the function of the last sentence in paragraph 3؟ باز دوباره میگه توی پاراگراف 3 کدومی که از این گزینه ها بهتر توصیف می کند فانکشن، یعنی همون رول بچه ها، یعنی نقش. فانکشن اینجا معنیش میشه همون رول یا نقش. کدومی که این گزینه ها نقش آخرین جمله رو که خودش هم خط کشیده توی پاراگراف 3 بهتر توصیف می کنه. سوال تجربه 400 رو به شکل دیگری مطرح کرده بود، ولی اگر شما حواستون جمع بود به محض اینکه نمی کرد اوکی other research shows that، تحقیق دیگری نشان میداد. بچه ها تحقیق رو برای چی نویسنده می نویسه؟ تحقیق دیگری نشان میدهد. تحقیق رو برای چی می نویسه اصلا؟ برای اینکه سپورت بکنه. کیو سپورت بکنه؟ ال استیتمنت تو سپورت بکنه دیگه. کدوم گزینه؟ It adds more information، اطلاعات بیشتری اضافه می کند to support، که حمایت بکند what was stated earlier، آنچه که اول ذکر شده بود، منظورش همون topic sentence هست. این ده پاراگراف، توی همین پاراگراف. اوکی؟ سوال تجربی 400 ها.
پس ببین، دید من داره عوض میشه. دید من داره به سوالات ریدینگ عوض میشه. یعنی شناخت چهارچوب متن خیلی میتونه مهم باشه بچه‌ها. یا همچین سوالاتی هست که تو کنکورها مطرح میشن. و تو اصلاً حتی اصلاً اون بچه‌ها که زبانشون خوب باشه، با ترجمه کردن یهو میبینی میگه آقا الان همون گزینه بهش همون میخوره. اگر نشناسه استایل رایتینگ چیه، اگه ندونه فکر طراح کنکور سراسری چیه، بچه ها به نظر من دونستن طرز فکر طراح هر آزمونی، مخصوصا دوی آزمون های زبان انگلیسی، میتونه خیلی مهم باشه. ما الان آزمون های تافل داریم، آیلتس داریم، چه میدونم پی تی داریم، تولیمو داریم، ام اس آر تی داریم، انواع اقسام آزمون ها هستش. خب اینا هر کدومش استایل خودشو داره و کنکور سراسری هم همینه دقیقاً. سوالاتش استایل خودشو داره. شما اگر استایل سوالات درک مطلب رو بدونی، ببین خیلی جلو تر از بقیه میتونی باشی. یعنی متوجه میشی که آقا سوالی که داره توی کنکور نوشته میشه، از 8 سوال حداقل آقا نمیخوام اغراق بکنم، 3-4 تاش این مدلی هست یا نه؟ خب هست دیگه. یعنی تو کار نداری اصلا بخوای متن رو بخونی. و بچه ها تو اگر میخوای رتبت اوکی بشه، برتر باشی، بهتر باشی، فرق کنی با بقیه، فرق رتبای برتر همینه، تو باید زبانو بزنی. تو باید میانگین 50-60 حتی کم بگیریم اصلا تو 40 رو باید بزنی. بعد بچا 40 زدن تو زبان خیلی راحته. اینا الان شما دارید میبینید. من مخصوصا الان سوالات ریدینگ رو از نگاهی دیگر به شما گفتم که خیالتون راحت بشه. مدل سومی که میخوام بررسی بکنم و نسبتاً پرتکرار توی کنکور، سوالات نقش جمله است. آقا یعنی چی نقش جمله؟ ببینید بچه ها، توی نقش جمله که اتفاقا سوال پرتکراری هم هست ها، همونطوری که الان گفتم، زیر یه جمله خط میکشه. همونطوری که الان توی تجربی 400 هم دیدین، تقریبا اون هم زیر مجموعه این سوالات هم میتونه باشه. ولی خب ما گذاشتیمش اونور جزء پشتیبانی کننده ها. چرا؟ چون اومده بود از ریسرچ حرف زده بود و حتی دیدید جوابش هم شد اون گزینه سپورت کردن، یعنی اطلاعاتی داره اضافه میکنه که سپورت بکنه ارلیل استیتمنت رو دیگه، آره که اول بیان کرده بود. اما نقش جمله میگه در این سوالات زیر جمله ای از متن خط میکشند و میپرسند و میپرسند هدف نویسنده از این جمله چیست. بچه یا این مدلی میگن، یا میگن مثلا چرا نویسنده به این تیکه اشاره کرده است، فرق نمیکنه جفتش هم یکیه. خب الان با تعجب بذارم، برای پاسخ به این مدل سوال، برای پاسخ به این مدل سوال چیکار باید بکنم؟ اگه گفتی باید جمله قبل از این جمله خط کشیده شده یا این جمله مورد نظر را بخوانیم و بعدش هم خود این جمله رو بخونی، یعنی در واقع اوکی تا برسیم به این جمله و بعد میریم سراغ گزینه ها، این قضیه رو کامل مشخص میکنه و گزینه درست رو انتخاب بکنه. الان مثلا تجربه 98، خب همونطوری که دارید میبینید اینجا خودش خط کشیده بوده زیر این و سوالی که مطرح کرده بوده اینه: The author's purpose، هدف نویسنده از گفتن There is no magic pill or vaccine که اینجا نوشته شده، is to emphasize. بچه ها emphasize یعنی تأکید کردن، این یعنی تأکید کردن. این هست، گفتم تو رو هم که ترجمه کنیم، این هست که تأکید کند بر این فکت حقیقت که جای خالی. خب چی کار باید بکنم؟ این جمله قبلش رو باید ببینم دیگه، این جمله قبلشه مگه نیست؟ میگه but it wasn't an easy process، اما پروسه راحتی نبود. There is میشه وجود داشتن، there is no یعنی وجود ندارد، وجود ندارد magic pill or vaccine، یعنی واکسن و قرص جادویی وجود
ندارد. و قبلش چی بود؟ It wasn't an easy process. یه پروسه آسون هم نبود. میرم توی گزینه ها. Getting over culture shock که این متن بچه خوب داره درباره همین culture shock صحبت میکنه. شما تیکه اولش هم ببینید اصلا با culture shock داره شروع میشه. یا حتی یه تیکه قبلش هم مثلا شما اگر ببینید این جمله هم باز دوباره داره میگه که culture shock ما داریم. اینجا دوباره داره میگه to be successful. حتی شما میتونید واسه مطمئن شدن یه ذره بعدش هم بخونید که احتیاج نیست اصلا، حالا من دارم اینجا بیشتر توضیح میدم. To be successful، برای این که موفق باشید، international students، دانش آموزان یا حالا دانشجویان بین المللی، should become familiar with، بهتره که آشنا بشن، بچه ها حرف اضافه familiar رو هم حواستون باشه، the process of culture shock. میگه برای موفق شدن بهتره که آشنا باشن، قرص و واکسنی براش وجود نداره. جمله قبلش هم که نوشته شده بود این wasn't easy process. خب بچه ها میشه کدوم گزینه؟ Getting over culture shock is not easy and takes time and effort. Effort یعنی تلاش میخواد، زمان میبره. گزینه بچه ها گزینه های دو و سه ببینید چقدر پرتن، معذرت میخوام چقدر چرتن. میگه حتی دکترها نمیتوانند کمک کنند به دانش آموزان که رنج میبرند از کالچر شوک. بابا اونجایی که داره میگه واکسن و قرصی وجود نداره، منظورش دکترها نیست که دکترها بیان قرص و واکسن درست بکنن که مثلا اون دانشجو یا دانش آموزی که داره توی یک کشور خارجی درس میخونه کالچر شوک دوچار نشه. خیلی پرت گزینش، خیلی چرت. مدیکال داکترز دوباره میبینی و توی گزینه چهار داره میگه becoming successful، موفق شدن در یک کشور خارجی، becomes a reality، یک واقعیت میشود، only if، فقط اگه خارجی ها سخت کار کنن. من مطمئنم طراح موقع نوشتن این گزینه داشته میخندیده، یعنی حتی خودش هم خندش گرفته بوده که این گزینه رو نوشته بوده. من مطمئنم این قضیه رو بچه موفق شدن در کشور خارجی به تحقق میپیوندد، یعنی تحقق مییابد اگر خارجی ها سخت تلاش کنند. و اینجا خودش نوشته بود پروسه آسونی نیست، is not easy، تلاش میخواد، قرص و واکسن نداره که. تمام شد. این سوالات بچه ها خیلی راحتن، تو رو خدا خواهش میکنم نترسین، اصلا سوالات سختی نیستن سوالات ریدینگ. شاید الان شما بگید نه آقا حالا واسه شما سخت نیستن فلان نیست، نه جدا دارم این حرفو میزنم بچه ها. شاید شما الان رفته رفته دیدتون دیگه به درک مطلب عوض بشه از این به بعد و بدونید که مدل دیگه شما باید تست بزنید. شما بدونید که اگر همچین نکاتیو بدونید و چهارچوب و استایل رایتینگ رو بشناسید، سوالات ریدینگ براتون خیلی ملموس‌تر، راحت‌تر و اصلا انگاری که همینجوری عین تخمه خوردن داری تست ریدینگ میزنی، رد میشی میری اگه بدونی سوال چی داره میگه. تجربه 99 باز دوباره داره میگه Which of the following best describes the function of this is not to say in paragraph 2. خودش هم خط کشیده زیرش، میگه کدومی که این گزینه‌ها بهتر نقش اون داره توضیح میده. خب حالا اینجا حرفی که ما مطرح کرده بودیم چی بود؟ ما گفتیم بیاین جمله قبل اینو بخونیم. بچه ها جمله قبل اینو همینطوری که شما دارید میبینید اصلا میشه انگاری همون جمله اول متن. Okay, the fight between old and the young. حالا کار ندارم. ولی این یه نکته دیگه داره که من میخوام اینجا براتون بنویسم که تقریبا ربطی به متن هم نداره. دو سه باری هم تا الان تو کنکور سراسری مدلاش مطرح شده. آقا چیه داستانش؟ خوب گوش کن. اینجا میبینید نوشته This is not to say. بچه ها شاید خیلیاتون That is یا This is to say رو شنیده باشید. خیلی از شماها این other words رو هم شنیدید، خیلی از شماها IE رو هم دیدید. مساوی گذاشتم بین این ستا. این ستا معنیشون میشه یعنی، به عبارت دیگر یعنی، به این معنی، اینطوری معنی میدن. خب به این معنی، به عبارت دیگر. بعد اینا رو هر وقت ببینید That is to say، This is to say یا IE، اینها یعنی این، معنیش مگه نمیشه یعنی؟ آره
ببین، به عبارت دیگر یعنی به این معنی که، خب میشه to repeat an earlier statement، یعنی معنی که تکرار بکنه دیگه. تو وقتی که داری میگی به عبارت دیگر، مثلا ورزش برای سلامتی مهم است، به عبارت دیگر، in other words، یا that is to say، یعنی این که it is at the center of everybody's life، یعنی در مرکز زندگی هر فردی است. به عبارت دیگر، در مرکز زندگی هر فردی است. منظورش چیه؟ منظورش اینه که خب ورزش کردن مهمه دیگه، یعنی همونو دوباره داره میگه، همونو دوباره داره میگه، یعنی منظوری که توی جمله قبلی گفته بوده رو دوباره داره تکرار میکنه. ولی بچه ها، شما اگه دقت بکنید اینجا چی داره میگه؟ This is not to say، نمیگه this is to say. اگه میگفت this is to say میشد گزینه دو، ولی وقتی داره میگه this is not to say، اینطوری داره میگه منظورم این نیست ها، یعنی برعکس اون، یعنی یا به عبارت دیگر. خب منظورش اینه که دوچار سوی تفاهم نشی، یا منظورم این نیست ها، this is not to say، منظورمون این نیست که. اگر بگه this is to say، that is to say، میشه یعنی. وقتی میگه this is not to say، that is not to say، یعنی نه این که، یعنی نه این که، منظورم این نیست ها، سوی تفاهم ایجاد نشه ها. To prevent a probable misunderstanding، برای جلوگیری کردن از misunderstanding. بس این تیکر رو هم حواستون باشه، اگر همچین چیزایی دادن، اینا خیلی هم ربطی به متن نداره، بستگی به شناخت اون جمله است. همون تجربه 99، اون یکی متنش باز دوباره. Why has the author mentioned، چرا نویسنده book، این book هست بچه ها، اچ خورده، چرا نویسنده a book، newspaper، television، radio، a letter or email را ذکر کرده است near the end of the passage. بچه ها یا خط میکشه زیرش، یا مثلا مدل این تست خودش میاد میگه نزدیکی های آخر متن که تو بتونی پیدا بکنی که کجا رو داره میگه. اینها نزدیکی های آخر متن میشه اینجا دیگه، book، newspaper، television، radio، letter، phone. میگه چرا نویسنده اینا رو ذکر کرده، به جای اینکه زیرش خط بکشه مثلا بیاد بگه که حرف نویسنده از اون جمله که زیرش خط کشیده شده یا اون تیکه که زیرش خط کشیده شده چیه، سوال این مدلی نوشته تر، حال کرده این مدلی نوشته. ولی سوال همون سواله، چه فرقی میکنه؟ وقتی داره میگه چرا، چرا نویسنده ذکر کرده است اینو، چیکار باید بکنم؟ جمله قبلشو بخونم، جمله قبل از اینجا دیگه نه. But if this is true، اما اگه این درسته، اما اگه این درسته، How can anyone learn anything from، چطور یک فرد میتونه یاد بگیره از کتاب، روزنامه، تلویزیون، رادیو الاخر. اگه این درسته چطور؟ پس میخواد اینا رو ذکر کرده که بگه اون حرفی که تو داری میزنی درست نیست، حرفی که تو زدی درست نیست. حرفی که کی زده بود؟ یه نگاه بندازین بالا توی این متن، از همون اول این بنده خدا دریفوز بحث کرده که فلان و اینا، بعد اومده رسیده تا اینجا، بعد این تیکه نویسنده گفته اما اگه این درسته پس چطور یه فرد، یعنی داره ادعای اون رو زیر سوال میبره. بچه ها question، claim هم که میشه ادعا، question اگه noun باشه، خب question اگه noun باشه میشه سوال، ولی اگه فعل باشه یعنی زیر سوال بردن. پس question یعنی زیر سوال بردن. اگه این درست باشه، یعنی منظورش میگه آقا این درست نیست، داره ادعای اون بنده خدا رو زیر سوال میبره، پس این میشه زیر سوال بردن. اینم از این. ببین اون تیکه‌ای که اینطوری اشاره میکنه خط میکشه، یعنی این. و ریاضی 400 فکر میکنم بله آخریمون هست که درباره صحبت بکنیم، خط کشیده دوباره. Which of the following best describes the function of underlined sentences paragraph 2، میگه کدوم یکی از اینها داره اون نقش جمله خط کشیده شده، بچه underlined sentence یعنی جمله خط کشیده شده، توی پاراگراف 2 رو، یعنی این جمله رو نشون میده بهتر. خب جمله قبلش الان اینه، آره خب
بخونیم ببینیم چی داره میگه. There also needs to be the correct amount of air. میگه که همچنین باید وجود داشته باشد، نیازه که وجود داشته باشه correct amount of air. بچه correct خب میشه درست، مقدار درستی از هوا، منظورش مقدار مناسبی، مقدار قابل قبولی از هوا وجود داشته باشد. If a planet is as small as Mars، اگر یک سیاره سایزش حالا به کوچیکیه مارز یعنی مریخ هست، half the size of Earth یعنی میگه که نصف سایز زمین، its weak gravity جاذبه ضعیفش means that به این معنیه که it cannot hold on to air molecules، یعنی میگه که مولکول های هوا رو نمیتونه در بر داشته باشه. بعد جمله قبلی چی داره میگه؟ اینجا داره میگه که نیازه که correct amount of air وجود داشته باشه. اگر یک سیاره مثل مریخ که نصف سایز زمینه اون جاذبه ضعیف و حالا در واقع داشته باشه، gravity خیلی ضعیفی داشته باشه، it cannot hold air molecules، اصلا نمیتونه مولکول های هوا رو نگه داره در خودش. بعد میام اینجا توی گزینه ها. بچه شما اگر توی گزینه هم حتی نگاه بکنید، اینجا تازه دیگه خود طراح هم اومده راهنمایی کرده. ببین همش نوشته previous sentence. میبینی؟ میگه که ببین اینجا از دوار previous sentence، خودش اصلا اومده گفته دیگه توی این تسته. میگه describes a situation، یک وضعیتی رو داره توضیح میده. Where the condition mentioned، که شرایط ذکر شده در جمله قبل، cannot be met. بچه ها cannot be met، خب شما توی درس اول 11 ها meet the needs داشتید مگه نه؟ یعنی برآورده کردن نیازها. خب الان هم همینه، میگه این شرایط رو نمیتونه met کنه، یعنی برآورده بکنه، آره فراهم بکنه اون شرایط رو، که همین جواب درست ما هست. چون داشت میگفت که باید مقدار مناسبی از هوا وجود داشته باشه، حالا اگر یک سیاره نصف زمین باشه نمیتونه اون تعداد مولکول های هوا رو در واقع هولد کنه. میگه it provides a definition، داره تعریف بیان میکنه درباره یک کلمه ذکر شده در جمله قبلی. بچه definition یعنی تعریف، تعریف داره بیان میکنه. بعد درباره کدوم کلمه داره تعریف؟ اینها previous sentence یعنی این جمله قبلی که من هایلایت زرد کردم الان اینجا. الان کدوم کلمه داره تعریف میشه اینجا؟ که البته حالا خود دیفاین کردنه حالا داستانش جداست که انشالله حالا تو کلاسای بعدی دربارش صحبت میکنم. It provides a solution، بچه solution یعنی راه حل، راه حل داره بیان میکنه، داره میگه اگر یه سیاره‌ای که مثل مریخ نصف سایز زمینه نمیتونه اصلا نگه داره، چه راه حلی داره میده. 4، It draws a conclusion، داره نتیجه میکشه بیرون از جمله قبلی. خب این میتونست یه ذره گول زننده باشه، ولی بچه ها اون جایی نتیجه میکشن بیرون که شما as a result ببینید، که شما چی ببینید؟ as a result ببینید، شما thus ببینید، شما so ببینید، therefore ببینید. اینها معروف تریناش که به شما کمک میکنه که شما برید دنبال نتیجه بگردید، در حالی که این جایی که داره میگه مثلا cannot be met، نمیتونه شرایط رو فراهم بکنه، منظورش این شرایطه که اگر این نصف اون باشه مثل مریخ، cannot میبینی cannot hold on the air molecules، مولکولای هوا اصلا نمیتونه نگه داره، در حالی که اینجا میگه ما مقدار صحیحی، مقدار درستی احتیاج داریم. ولی به هر حال توی همون جمله قبلی باید دنبالش میگشتید. این بچه ها در واقع راهکارهای متفاوتی که شاید خیلیاتون تا حالا نشنیده بودید، یا شاید فقط یک بخشهاییشو شنیده بودید و اینطوری ربطشو با بقیه سوالات درک مطلب تا حالا ندیده بودید، و امیدوارم که خیر بباره براتون. خسته نباشید همتون، مخلصیم انشاءالله. توی کلاس‌های بعدی، مرسی ممنونم، توی کلاس‌های بعدی هم ما این برنامه رو ادامه خواهیم داد، مدل‌های خیلی بهتر برای درک مطلب و سوالاتی از همین مدل، حالا سوالات سخت‌تر، راحت‌تر، مثلا مثل سوال دیفاین کردن، مثل سوال حالا معنی کلمه که خیلی مهم نیست،
سوال ضمیر مثلا به عنوان مثال، سوالاتی هستند که درباره پاراگراف های بعد متن میدم حالا یا قبل متن میان، سوالات استنباطی میتونن نکات خیلی جالبی داشته باشن که براتون بگم من. خوب دقت بکنید لطفا و سوالات ریدینگ رو خواهش میکنم از دست ندید، چون من کیف میکنم وقتی که شما سوالات راحت ریدینگ رو بتونید بزنید و بهتر کنید. قربون شما، شما هم خسته نباشید. خیلی خوشحال شدم، ایشالا سال خیلی خوبی داشته باشید بچه ها، سال خوبی براتون آرزو میکنم، از همه جای آسمون براتون خیر و برکت بباره، امسال سال خوبی باشه براتون و تلاش کنید برید جلو بهتر کنید. ما از این مدل ها خیلی بیشتر در مورد ریدینگ ها خواهیم گفت به شما و همینطور کالوکیشن های مهم کنکور سراسری رو هم من به شما میدم انشالله حالا توی فرصت های بعدی و کلاس های بعدیمون، یا جنبندی هم حالا انشالله فرصت بشه درباره گرامر خواهیم گفت. بچه های زبان تخصصی هم حواسشون باشه، میدونید که ما نکته تست زبان تخصصی هم داریم که احتمالاً من از 2 هفته یا 3 هفته دیگه اونو شروع میکنم. اگر هنوز ثبت نام نکردید یا خبر نداشتید، اون بچه‌هایی که میخوان کنکور زبان تخصصی بدن لینکشو میتونن توی سایت پیدا بکنن و برای کنکور زبان تخصصی هم ثبت نام بکنید که اونجا هم همین نکات گرامری رو مرور میکنیم. و اون بچه‌هایی که میخوان معلم زبان بشن مطمئناً باید سطح سواد خیلی خوبی داشته باشن و تقریباً حالا هم واژگان بهتری بلد باشن، گرامر انگلیسی رو از زاویه دیگه یاد بگیرن که معمولی خیلی نباشه. انشالله توی اون نکته و تست زبان تخصصی بهتون خواهم گفت. خیر بباره براتون، مخلصیم، خیلی خوشحال شدم، خسته نباشید شما هم، فعلا خداحافظ. نهضت آشنای سه نسل.